مامای رجا مصداقی، پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر از استکهلم سوئد با ماست. آقای مصداقی، به نظر میاد که اعتراضات کماکان در بعضی از شهرهای ایران ادامه داره، اما بسیاری از گزارش‌هایی که ما میشنویم اینه که درست فضا امنیتی در شهرهای دیگه، اما معترضی در خیابون نیست. آیا فکر میکنید که با همین روند اگر پیش بریم این اعتراضات فروکش خواهد کرد در روزهای آینده؟ این اعتراضات چه فروکش بکنه چه فروکش نکنه، آینده برای نظام اسلامی نیست. چون ما ملاحظه میکنیم در طی 10 سال گذشته، ببیشه از 88 به این طرف، شما که ملاحظه میکنید جنبش های متعدد پشت سر هم و هر یک از جنبش ها نسبت به قبل رادیکالتره، و این نشون میده که مردم هر روز که میگذره بیشتر نفرت عمومی به سران رژیم جمهوری اسلامی افزوده میشه به نفرت عمومی. و بایستی توجه داشته باشیم که در سال 96 به این طرف هیچ یک از جنبش هایی که در ایران بوده در طول 120 سال گذشته سابقه نداشته که درش حتی یک شعار مذهبی نبوده. این نشون دهنده اینه که مردم به هر دلیلی که به خیابون میان برخلاف جنبش های دیگه، عملا خواسته هاشون دقیق صرفا غیر مذهبی است و این بی سابقه است، به خاطر اینکه یک نظام اسلامی حاکم هست، به خاطر اینکه ولایت فقیه رو هدف قرار دادن و یک دیکتاتوری مذهبی رو هدف قرار دادن. ما قبلا حتی در 88 شاهد بودیم شعارهای مذهبی بود، الله اکبر بود، ولی این بار میبینیم که این نوع شعارها نیست از 96 به این طرف. این یک مسئله جدیده و این نشون میده که مسیری که مردم ایران میرن و انتخابی که کردن انتخابی جدا از نظام اسلامی، دیر یا زود این نظام رو به زیر خواهند کشید، صرف نظر از اینکه این موفق بشن یا نشن. ما کمتر کشوری رو در منطقه داشتیم لااقل که در طول 10 سال یک 3 تا جنبش بزرگ داشته باشه. اگر اینجا یا اونجا مردمی به خیابون میان و بعد از مدتی یا سرکوب میشن یا موفقیتی رو کسب میکنن، ولی اینکه مردم پشت سر هم بیان همچنان جنبش ادامه داشته باشه، این ویژگی های جامعه ایران هستش و این پویندگی و بالندگی جامعه ایران رو میرسونه و قطعاً که به نتیجه خودش خواهد رسید و روزی گل خواهد. آقای مصداقی با ما باشید. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، هم از وین اتریش به ما پیوسته. آقای نایب هاشم، شنیدید صحبت های آقای مصداقی رو که بسیار مطمئن به نظر میرسند از اینکه این جنبش به گفته ایشون در ایران در نهایت موفق میشه و به نتیجه میرسه، اما آیا بدون رهبر یک جنبش سیاسی یا اعتراضی میتونه به نتیجه برسه؟ جنبش هایی که ما اخیراً شاهدش هستیم در کشورهای مختلف و خب همین الان شاهد هستیم در لبنان، در عراق، در شیلی، اینها در حال حاضر رهبر مشخص شاید نداشته باشن. این از ویژگی های جنبش های کنونی هستش که همچین مشخصه ای رو دارن. در خود ایران هم میبینیم این جنبش در حال رو به احتلاست. در این چند روز میبینیم که چگونه گسترش پیدا کرده، ابعاد مختلفی پیدا کرده. الان در واقع میشه گفت که شرایط رو به وجود آورده که ما شرایط مثل کودتای نظامی رو در حکومت نظامی رو در مملکت شاهد هستیم. این هوشیاری جوانانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی به خصوص در ارتباط با همدیگه قرار میگیرن طوری هست که میتونه خلأ رهبری رو در حد معینی پر بکنه. البته مسلمه که در تداوم خودش هر جنبشی از جمله این جنبش رهبران خودش رو از دل خودش بیرون میده و اینها به همدیگه پیوند میخورن و جامعه هم با اونها پیوند میخوره. ما باید حالا ببینیم که شرایط چگونه پیش میره. الان ما متاسفانه با سرکوب شدیدی که وجود داره در شرایط تا حدی جنگ داخلی قرار گرفتیم. در شهرهای جنوبی کشور به هر حال حرکت های مسلحانه حتی وجود داره. امیدوارم که اینا کاهش پیدا کنه و این اعتراضات مسالمت آمیز مردم که با سرکوب شدید حکومتی داره شکل خشنی رو به خودش میگیره از این خشونتش در بیاد. میدونیم که در خیلی از جاها به ماموران سرکوب گل دادن اعتراض کنندگان و مسلمه که تداوم اعتراضات مسالمت آمیز میتونه دستاوردهای بسیار خوبی رو برای مردم ما داشته باشه.
ایرج مصداقی و حسن نایب هاشم کماکان با ما هستند. آقای مصداقی، جوان 25 ساله‌ای که در آرزوی داشتن یک پراید، جوان دیگه‌ای که میگفته من گشنم، زنی که میگفته من چیزی برای از دست دادن ندارم، خواسته هایی که به نظر میاد در بسیاری از معترضان مشترکه و به گوش میرسه، اما از در طرف مقابل به هر حال حکومتیه که قوه قهریه رو در دست داره و امکان سرکوب و نادیده گرفتن و نشنیدن این اعتراضات رو داره. خب بله، همینطور که گفتید، اتفاقا این درگیری و این برخوردی که به این این خواسته و نحوه برخورد با اون هست، این استحکاک و این برخورد باعث این خواهد شد که جرقه حاصل میشه و این جرقه دودمان رژیم رو برباد خواهد داد. امروز، فردا، هر روز دیگر. ببینید، آینده‌ای برای نظام اسلامی نیست، میتونه در واقع عقب بندازه اینو با تمهیدات مختلف، اما این رو سهمگین تر میکنه. نحوه برخورد نظام های اجتماعی به تغییرات آینده اونها رو رقم میزنه. در همه کشورها به این ترتیب بوده. ببینید، امروز نیروی انتظامی همون جوری که این دوستمونم به درستی تاکید کردن، واحدهای ویژه داره برای حمله به اموال عمومی، برای حمله به اموال مردم، برای حمله به ماشین ها. این واحد از سالهای پیش در نیروی انتظامی آموزش دیده، برای همچین روزهایی آموزش دیدن برای تخریب اموال عمومی. ما قبلا همین رو شاهد بودیم، در کوی دانشگاه شاهد بودیم و بعد در سرکوب های دیگه هم شاهد بودیم که به جون اموال مردم می افتادن. ببینید، بحث بر سر اینه که اونچه که امروز باعث فقر و فلاکت در ایران شده، تحریم های بین المللی جدای از اون بیکفایتی حاکمان کشورمون. اما این تحریم ها برای چی به وجود اومده؟ برای دخالت کشور، برای دخالت نظام اسلامی، ولایت فقیه در کشورهای دیگه در منطقه است، چیزی که ربطی به منافع مردم ایران نداره، چیزی که ربطی به منافع ملی ایران نداره. شما ملاحظه میکنید امروز سخنگوی دولت و دولت روحانی، معاونتش، همشون یک صدا محکوم میکنن آقای پومپئو رو به خاطر دخالت در امور داخلی ایران. ولی شما نگاه کنید، صبح تا شب اینا دارن شعار میدن راجع به دخالت در امور لبنان، عراق، حتی افغانستان، سوریه، بحرین، نمیدونم مصر، سودان. از اون طرف در سرزمین های اشغالی اسرائیل، خواهان محو اسرائیل از صحنه روزگار هستند. خب ببینید، یک کشوری که خودش به خودش اجازه میده در امور تمام دنیا دخالت کنه، از ونزوئلا گرفته تا اینجا، از آمریکای لاتین تا در واقع شاخ آفریقا تا آسیا، بعد اون وقتش میگه که چرا جامعه بین المللی نسبت به سرکوب مردم ایران ابراز نگرانی میکنه، در حالی که میدونیم پولهای ثروت هنگفتی رو در اونجا داره به باد میده. پول مردم ایرانه، مردم تو خیابون دارن میگن نه غزه، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. بنابراین اون چیزی که در کشور میگذره، حتی اون چیزی که ناشی از تحریم هاست و نه بیکفایتی نظام اسلامی، حتی اون هم مسئولش اینا هستن. و خب شما ملاحظه میکنید روحانی، ظریف، همه این دولت حتی میان میگن ما انتخاب کردیم که به نمیدونم فلسطین کمک کنیم، به غزه کمک کنیم، به لبنان کمک کنیم. کجا مردم ایران انتخاب کردن؟ میگه ما افتخار میکنیم. کجا مردم ایران افتخار میکنن؟ اینو شما تو خیابونا دارید میبینید، تو شعارهای مردم دارید میبینید. درسته بین جناحهای رژیم تضاده، من اینو میبینم، واقعیه. اما اینها دو شاخه هستن از یک تیغه قیچی. وقتی که میان برای قطع یک ریشه میان، قطع ریشه مردم ایران، قطع ریشه منافع ملی ما. اساساً منافع ملی مردم ایران در تضاد با یک حکومت ایدئولوژیکی است که بر کشور ما. آقای نایب هاشم، اشاره کردن آقای مصداقی به سیاست‌های منطقه ایران که به هر حال در اعتراضات هم به کرات شعار داده شد در انتقاد از اون، اما این اولین باری نیست که چنین شعارهایی رو میشنویم. در دیماه 96 هم شنیدیم، در بعضی وقتا در اعتراضات 88 هم شنیدیم شعارهایی در انتقاد از سیاست منطقه ایران. اما نه تنها اون سیاست‌ها تغییری نکرد، بلکه عمق استراتژیک ایران به گفته رهبران اون کشور بیشتر و بیشتر شد و پیشروی در بعضی از کشورها بیش از گذشته. چی باعث میشه که فکر کنیم الان این اعتراضات ممکنه تغییر ایجاد بکنه در رفتار حاکمیت؟ این اعتراضات الان در حال حاضر در تمام منطقه هست. یعنی این که این عمق استراتژیک که صحبت میکنیم ازش اینه که تصور میکنن که از توسط
نیروهایی مثل جهاد اسلامی یا حزب الله لبنان، اینها هم مرز هستند و با اسرائیل و با اسرائیل دشمنی دارند. ولی که خب الان در حال حاضر شاهد هستیم که خب به هر حال نیروهای فلسطین با اینها فاصله گرفتن. حزب الله لبنان در اعتراضاتی که در لبنان هست در معرض در واقع تهدید معین هست از جانب مردم، و خب عراق هم که خود شاهد هستیم. بنابراین عمق استراتژیک کاملا تموم شده و امروز در تهران هستش که ما این مسائل رو داریم و در کل ایران هست دیگه. تمام بحث های مربوط به عمق استراتژیک تمام شده هست به یه معنی. سعی میکنه خب جمهوری اسلامی خودش رو حفظ بکنه تو شرایط موجود و خب قطعا سیاستش رو میخواد ادامه بده، برای اینکه چه از قانون اساسی رو شما مطالعه بکنید و چه در تمام سیاست هایی که در اون هست. مثلا فرض کن در جمهوری اسلامی صحبت در قانون اساسی صحبت از این میشه که آقای خامنه ای رهبر امت اسلامیه، یعنی در تمام دنیا به هر حال احساس رهبری میکنه و همچنین در واقع روحیه هم عملا تا حالا به خودش نشون داده. و خب ما دیدیم که حتی در نیجریه مثلا فرض کنید سعی میکنن که دخالت بکنن. به هر حال این مجموعه شرایطیه که هست و خب دست بر نمیداره بر مبنای این ایدئولوژی مشخصی که داره، ولی میتوان مجبورش کرد و تحمیل کرد که در چارچوب در واقع کشور ایران اولا تمام دخالتاش رو عملا حذف بکنه و در چارچوب کشور ایران هم دست به عقب نشینی های جدی بزنه و تا در یه توافق ملی بتوانیم اونها رو کاملا به کنار برانیم. آقای مستاقی، بعضی از ناظران سیاسی اشاره میکنند به اینکه ایران به طور میانگین در چند دهه گذشته هر 10 سال یک بار شاهد نارامی های اینچنینی بوده. سال 78 در قضایای کوی دانشگاه، بعد سال 88 و عده معتقدند که اعتراضات 98 هم شباهت به اون داره. هر بار حکومت با تجربه تر و آماده تر میشه برای برخورد و سرکوب اعتراضات اینچنینی و بسیاری بر این عقیده هستند که این اعتراضات هم فروکش خواهد کرد و احتمالاً تا چندین سال دیگه هم خبری از اعتراض دیگه در ایران نخواهد بود. من فکر می‌کنم این ارزیابی درستی باشه. درسته بین 88 تا 78 تا 88 10 سال بود، ولی می‌بینیم بین 88 تا 96 8 سال بود. بین 96 تا الان تقریباً کمتر از 3 سال هستش. 2 سال هستش. پس بنابراین باید توجه داشته باشیم که این سرعت میگیره و این در واقع رشد شتاب بیشتری خواهد داشت. هیچ مشخص نیست که فردا چه پیش خواهد اومد. ببینید همه نظام هایی که فکر میکنن اونها همه درها رو بستن، یه درشون باز میمونه، همیشه یه در باز میمونه. ما نظامی رو در دنیا متمرکزتر از یا پلیسی تر از نظام آلمان شرقی نداشتیم. زمانی که رهبران آلمان شرقی و آلمان غربی دیدار کردن، اینیش هوریکر و آقای هلمفول دیدار کردن، هر دو تاکید میکردن که دیوار به این زودی فرو نخواهد ریخت. چند ماه نگذشت که دیوار برلین فرو ریخت. بنابراین برای تحولات اجتماعی نمیشه پیش بینی کرد، به خصوص نظام هایی که پتانسیل سرنگونی دارن. ببینید نظام اسلامی هر بار نیفتادن خودش رو و سرنگون نشدن خودش رو و نقشه بر و توطئه های نقشه بر آب شده دشمنان رو جشن میگیره. بنابراین این نظام در لبه پرتگاهه، وگرنه هیچ نظام با ثباتی در دنیا نیفتادن خودش رو جشن نمیگیره. یک نظام، هیچ نظامی در دنیا تو از اینکه دائم توطئه های دشمنان برملا نقش براب میشه جشن نمیگیره. این نشون میده این نظام نظام نیست که بتونه بمونه. هیچ دیکتاتوری نمونده علارغم همه تمهیداتی که میچینن و فکر میکنن که اینها همه درها رو بستن. اینگونه نیست. جنبش اجتماعی زیر پای اینها به وجود میاد. چه کسی فکر میکرد 96 اون اتفاق میفته؟ چه کسی فکر میکرد امروز 98 این اتفاق میفته یا 88 اون اتفاق میفته؟ نه، ایران ملتهبه، ایران جامعه پالنده و پوینده است. ایران رو نمیشه سرکوب کرد، به خصوص که این نظامی که برآمده نظامی است که از قرون وسطا اومده. این از چاه قرون وسطا اومده و عصر که درش زندگی میکنیم پرتاب شده. این نمیتونه به الزامات این دنیا، این روز دنیا پاسخ بده. مشکل در درون خودشه، حتی مشکل با تمام نسل ها. ببینید حتی با درون خودش، با خانواده های خودش هست. شما نگاه کنید حتی نزدیکان و بستگان این نظامی که دائم دم از اسلام و انقلاب فرهنگی و انقلاب فرهنگی میزنه، حتی بچه های خودشون رو نمیتونن نگه دارن.
شیوه زندگی بچه های خودشون با اینا متفاوته. بنابراین این نشون میده که نظام اسلامی نمیتونه خودش رو تحمیل بکنه به مردم ایران. درسته میتونه سرکوب کنه کما که تا امروز کرده، ولیکن نظام اسلامی ادامه نمیتونه داشته باشه به خاطری که شکست خورده. این نظام اسلامی در عراق شکست خورده. ببینید اینا رسالت جهانی میگن دارن، ولی ببینید حتی شما اگر ملاحظه کنید آقای سیستانی حاضر نمیشه یه پیام به خامنه‌ای بده. حتی در عراق شما ملاحظه میکنید چه وضعی هست، در لبنان دارید میبینید و حتی بازیکنان فوتبال ایران رو میبینید با سوریه و عراق میرن مسابقه میدن، دیدید که چهار علیه میدن. این شکست نظام اسلامی است. آقای نایب هاشم، سوال اینجاست که تا زمانی که حاکمیت نیروی نظامی وفادار به خودش داره، آیا میشه انتظار داشت که این اعتراضات و انتظارات این چنینی حتی گسترده تر از این به نتیجه برسه؟ این نیروی نظامی وابسته به حکومت خب در حال اون هم در حال فروپاشیه. خب نیروی خیلی محدودی هستند که کاملا تبعیت میکنن از فرامین خامنه‌ای رهبر، ولی که خب ما همین تو این روزها شاهد بودیم که برفرض در یک شهر فرماندهی که دستور شلیک داده بوده توسط یکی از کسانی که دستور شلیک رو گرفته بوده کشته شده و خود اون فرد هم کشته شده. این که شکاف میفته در اون نیروهای سرکوب همین الان ما شواهدش رو میبینیم. این که در خیلی از کلانتری ها خود در واقع فرماندهان کلانتری به مردم واگذار کردن اون کلانتری رو. الان در بعضی شهرها دستگاه سرکوب نظامی انتظامی حداقل به اون شکل حضور ندارن. حالا اینا در مرحله بعد نیروهای سپاه رو دارن، نیروهای آقای نایب هاشم کدام شهر را منابع خبری شما متفاوته مثل این که با خبرهای ما، چون ما نگرفتیم جایی کلانتری ها سر باز بزنن، نیروهای نظامی از دستور فرماندهشون سرپیچی بکنن. کدام شهر این اتفاق افتاده؟ توی خبرهایی که به هر حال از رسانه های البته اینا همه باید راستی آزمایی بشن، در شهرهای جنوبی کشور الان خیلی اوضاع ملتهب‌تر هست. به طور مشخص جنوب شیراز گفته میشه که این اتفاقات درش افتاده. اینا تصاویری که از جنوب شیراز ما دست کم ما دیشب دیدیم، صف‌های چند لایه نیروهای ضد شورش بود که مقابل معترضان ایستاد و هر دو طرف داشتن با هم درگیر بودند و سنگ اندازی می‌کردند. تصاویری که ما دیدیم هیچ جایی به نظر نمی‌آید که نیروهای نظامی و ضد شورش عقب نشینی کرده باشند. این مربوط به دیشب فرمودید شما. به هر حال امروز تمام اطلاعاتی که رسیده اینه که روند در حال تصاعدی شدنه. ما امروز در واقع اتفاقاتی که داره میفته با اتفاقات دیشب قابل قیاس نیست. اگه ما دیشب صحبت میکردیم صحبت از حدود برآورده حدود شاید 50 کشته بود، امروز بر بحث 100 کشته یا 100 تا کشته است. هزاران نفر هستند که الان دستگیر شدن و همونجور گفتم شهرهایی هستن که الان تمام زندگی در اونها خوابیده، یعنی اینکه تمام بانک ها از بین رفتن، بیشتر مشخصا توسط همین نیروهایی که از درون نظام هستش و این برای اینجور مسائل ماموریت گرفتن، به اضافه اینکه ادارات خوابیده، مدارس خوابیده و به هر حال حتی به گوگل مپ اگه ما مراجعه کنیم که شهرهای ایران با شهرهای اطراف نگاه بکنیم میبینیم که اصلا هیچ زندگی در اون جاری نیست. یه تلفن ما امروز داشتیم که به طور مشخص در یک اداره 3 روزه که اون افراد اونجا خودشون رو زندانی احساس میکنن، چون میگوین اگر بیایم بیرون بسیجیایی هستن که تو سطح شهر همه رو بدون در واقع هیچ علتی مرعوب میکنن، کتک میزنن و به هر حال سعی میکنن که از هر جور رفت آمد جلوگیری بکنن. این در شهرهای جنوبی، در اهواز و در خرمشهر خبر از این هستش که بعضی رؤسای بعضی طایفه رو کشتن. به هر حال مسائل اینجوری، این خبر تمام این خبرها باید دقیقاً راستی آزمایی بشه، ولی اخباری هستش که در شبکه‌های اجتماعی در ساعات اخیر جریان داره. متشکر از شما حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، و ایرج مصداقی، پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر با ما. اضافه بکنم که تعداد کشته ها به طور رسمی قطعی نیست، تا 12 کشته قطعی اعلام شده، اما گزارش های غیر رسمی بسیار متفاوته و بی بی سی امکان تایید اونها رو به دلیل محدودیت های خبررسانی در ایران هنوز نداشته. به همین دلیل ما نمیتونیم عدد رقم هایی که در
در گفتگوهامون مطرح میشه رو تایید بکنیم. وقایع ایران واکنش‌های بین‌المللی هم داشته. دولت آمریکا گفته که کنار مردم ایران ایستاده. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مردم ایران از حکومت خود شفافیت می‌خواهند. آلمان هم از حکومت ایران خواسته حق اعتراض مردم را به رسمیت بشناسد. معاون سخنگوی صدر اعظم آلمان سرکوب معترضان را محکوم کرده. وزیر خارجه ترکیه اما اظهار امیدواری کرده که حوادث ایران هر چه زودتر تمام شود و آرامش به این کشور برگردد. دیشب رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه درباره وقایع ایران تلفنی گفتگو کردند.